سینا ولی الله مجری شناخته شده و توانایی شبکه ام بی سی پرشیا که با برنامه‌ای که داره به شدت از حکومت جمهوری اسلامی و سران نظام انتقاد میکنه، حالا با حمله به محمد جواد لاریجانی در خصوص صحبت‌هایی که کرده پاسخ جنجالی به اون داده. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. تو این برنامه به حمله جنجالی سینا ولی الله به محمد جواد لاریجانی میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. محمد جواد لاریجانی مدیر پژوهشگاه دانش‌های بنیادی گفته همه در معرض تهاجم هستیم. برای اینکه تحرک ما جهاد محسوب بشه بایستی نیت خالص داشته باشیم. ما باید به سلاح بصیرت خود را مسلح کرده و دنبال کار باشیم. بصیرت شاخصه‌های مختلفی چون فهم واقع بینانه داره. امروز زندگی مدنی به دلیل انقلاب دیجیتال با امواج عظیمی از اطلاعات نما پر شده. به انتخابات رو ناموس جمهوری اسلامی خوند و گفته انتخابات باید با رقابت صحیح باشه. رفراندوم حجاب خلاف قانون اساسیه. او در ادامه گفته برخی میگن حجاب به رفراندوم گذاشته بشه، در حالی که نمیدونن رفراندوم حجاب خلاف قانون اساسیه. مگر در آمریکا اجازه میدن بر اساس قوانین اساسیشون تصمیم گرفته بشه؟ حد برهنگی در همه جای دنیا تعریف شده که قوی ترین اون در آمریکاست. همون پلیسی که دوز رو میگیره با برهنگی مقابله میکنه. در آمریکا اگر خانومی در بانک برهنه باشه جلوی بانک اون رو میگیرن. طبق قانون میگن شما گسل در اخلاق عمومی ایجاد کردی. به تازگی خانومی که لباس تنگ داشت رو از هواپیما پیاده کردن. محمد جواد لاریجانی اما در ادامه صحبتاش گفته حتی اگر خانومی برهنه پشت پنجره خونش باشه، کسی که در خیابان دیده میتونه به پلیس زنگ بزنه و اطلاع بده. حالا این صحبت‌های او با واکنش تند و جنجالی سینا ولی‌الله روبرو شده و با حمله به محمد جواد لاریجانی نوشته شاید داره به سر شما به اداره فاضلاب اطلاع بدن بهتر نیست. اما با فوت تلخ و دردناک ابوالفضل امیرعطایی، نوجوان 16 ساله‌ای که به دست مزدوران نظام و با شلیک به سر اون به شدت مجروح شده بود، بعد از 8 ماه امروز درگذشت و به جمع شهدای راه آزادی انقلاب زن زندگی آزادی پیوست. مرگ دردناکی که حالا با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شده. و سینا ولی‌الله در ادامه با این استوری نوشت درد و رنج این مادران قلب منو پاره پاره می‌کنه. هر جای دیگه دنیا یه بچه 2 ساله وسط خیابون با گلوله کشته شده بود، الان تمام رسانه ها و روزنامه ها و رادیو و تلویزیونشون از صبح تا شب واسه 1 هفته بریکینگ نیوز و گزارش و پخش ویژه داشتن راجع به این جنایت. میفهمین اینو؟ این متوجه میشین؟ دیدین تو فیلم و سریال ها دیدین مثلا یه بچه گم میشه، یه اتفاق اینجوری مثلا میفته، یکی کشته میشه، تیراندازی میشه، دیدین چجوریه؟ تلویزیون رو دیدین چجوری مثلا CNN و اینا گزارشگر میرن میدونن اینا رو دیدین تا حالا؟ ادا فیلم ها رو حداقل درارید، ادای فیلم ها رو درارید دیگه. دفعه چندومه که داره همچین جنایت اتفاق میفته؟ هنوز لالید؟ هنوز لالید؟ خب این چون قلم ژورنالیستی بره تو خونتون واقعا هست، تو خونتون هست، تا دسته تو خونتونه. برای همینم هم هست که هرچی می نویسین قهوه‌ایه یا هرچی که میگید، چون واقعیتو که نمیگید که حالی مثلا خیلی بخواین زحمت بکشین لابلای مثلا خبر 23 مثلا 2 دقیقه یکی از مسکولا بیاد رسانه های مالت باز مسئله کوچکی را بزرگ کردند. سینا ولی‌الله اما چندی پیش هم با حمله به حمید رسایی که گفته بود در عجبم از مردی که از ترس خط و خش به ماشینش چادر میپوشونه اما همسر و دخترش رو بدون چادر در کوچه و خیابان رها میکنه، با انتشار این استوری گفته من در عجبم از مغزی که یک همچین تحلیلی توش اتفاق میفته. اون مغز خیلی شرایط بدی داره، یعنی اوضاعش توی اون جمجمه خودش فکر میکنه تو جمجمه است مغزه، ولی در واقع میشه گفت مثل یه در نوشابه تو قمقمه میمونه، یعنی همونجوری تخ تخ صدا میده.
سینا ولی الله رو با این ادبیات طنزگونه و تلخش به مسائل کشور و البته سران نظام حکومت جز افرادی میدونن که بارها روش های متفاوتی از برخورد با این سران نظام رو در پیش گرفته و اون رو از بهترین ها در خط تولید برنامه های سرگرم کننده به زبان فارسی میدونن. و هر بار که در کشور صحبت یا اتفاقی میفته بلافاصله با همون روش شخصیتی خودش به این موضوعات واکنش نشون میده و در فضای مجازی منتشر میکنه. بازم دشمن؟ یعنی همه چی دشمن؟ مدرسه دشمن، دانشگاه دشمن، زندان دشمن؟ خب شما چه غلطی میکنید تو این مملکت؟ همه چی که دست دشمنه. نقش دشمن تو مملکت ما از نقش تک تک مسئولین بیشتر بوده. دیگه دشمن از مهد کودک تا امنیتی ترین زندان نفوذ کرده. دیگه چیکار می‌خوام بگم؟ دیگه کم مونده بگیم ما صبح به صبح میریم میشیم پای دشمن، تاتی تاتی میبره کارا رو واسش انجام میدیم برمیگره میاد. دیگه این نفوذ دشمن نیست دیگه. دشمن یا خودتون دشمنین یا دشمن تا دسته رفته توتون، دیگه متوجه نیستین چی خوبین. حالا او در خصوص صحبت‌های اخیر علی بهادری سخنگوی دولت که گفته بود کشوری که جزء سرمایه‌دارترین کشورهای جهان از نظر منابع معدنی و ذخایر نفتی و گازی در سال 57 بود، مردم اون بعضن از گرسنگی می‌مردن. جهرومی با بیان اینکه پیش از انقلاب تمام پزشکان کشور هندی و غیر ایرانی بودند گفته بود در اون زمان 70% جمعیت کشور بی سواد بودند، چرا که دشمن در مقابل حمایت خود اجازه پیشرفت به جوانان ایرانی رو نمی‌داد. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در اون زمان بسیاری از شهرها نیز حتی گاز نداشتند یادآور شده بود. امروز جمهوری اسلامی توانسته رتبه نخست توسعه شبکه گازرسانی در جهان رو به خودش اختصاص بده. حالا بعد از انتشار این صحبت‌ها سینا ولی الله با این استوری پاسخ این سخنگوی دولت رو داد و نوشت. سال 57 مردم از گرسنگی می‌مردند و از سال بعدش فقط از جمهوری اسلامی. یعنی فقط یک به اجازه بریم به حیوانات توهین نکنم چون اصلا در جایگاهشون نیست این مقایسه. نمیدونم در چه حد میتونه کودن باشه یک ذهن یا ابله باشه که صبح به صبح پاشه بیاد از دموکراسی و آزادی بیان صحبت بکنه، از این که نمیدونم هیچ اعتراض و هیچ اتفاقی در کشور نیفتاده، هیچ معترضی رو دستگیر نکردیم، هر کیم بخواد اعتراض کنه اتفاقا اعلام کردن میتونن تشریف ببرن در میادین به خصوصی و در صلح و آرامش کامل اعتراض خودشون رو مطرح کنن، اصلا میان صحبت میکنن با ما. هر روز صبح به صبح مردم معترضین میان توی دفاتر ما با ما صحبت میکنن همینجوری خوش خوش. خوبین شما حتی جرأت اینو ندارین که مثل برلین، آلمان، یه کشور دیگه و کشورهای اروپایی دیگه که یه سری از شما در رفته بودن بهشون پناه دادن، الان به اونا اجازه دادن که بیان تو خیابون اعتراض کنن. جمعیت رو نگاه کن، شما جرأت دارین عین همین جمعیت رو بذارین بیان بیرون صحبت بکنن، اعتراض بکنن، بعد حرف بزن؟ خب آخه صبح به صبح میای با آفتابه بیا دم میکروفون حرف بزن. به نظر من خب دوستان عزیز ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید. تا برنامه بعد خدا نگهدارتون.